آمین مستقیم از LA Times، خبرنگار فارس خانم فاطمه موسوی، خواهشم برم که ایشون هم آمده باشه. سلام علیکم. من اخیراً در جمعی از دوستان منتقد شما چند بار شرکت کردن، راجبش گزارش هم نوشتن. خلاصه استدلال اونها این است که نگرانیشون این است که اگر در 20 جولای یا 30 تیر ماه این مذاکره به نتیجه برسه یا 6 ماه دیگر، نتیجه‌ای برای اشتغال لشکر بیکاران، تحصیل کردگانی که چند پیشه هستن، نداره و شکاف طبقات مرفه و نادار بیشتر خواهد شد و نه نتیجه معامله‌ای خواهد بود که در ازای این مذاکرات چیزی نصیب اون لشکر بیکاران و محتاجان به رشد اقتصادی در سطح وسیع کشور نیست. و دیگر اینکه این گفتگو شایع شده است که از اصحاب کلیسای آمریکا کسی برای شما از طرف آقای اوباما پیامی آورده است. اگر این پیام به مذاکرات مربوط می شود لطفاً بفرمایید. ان شاء الله دو تا سوال که نشد. نه قاطی کردم. خیلی خوب. عرض کنم که نسبت به مسئله اولی که جناب عالی اشاره کردید، اگر ما می خواهیم برای اشتغال کاری بکنیم و اون خیلی بیکاران یا لشکر بیکاران یا جوانهای عزیزی که امروز در انتظار شغل و کار هستن که عدد اونها هم بالاست و اکثر اونها هم تحصیل کرده هستند، اتفاقا یکی از راهاش اینه که این مذاکرات به نتیجه برسه. چون اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، معناش اینه که تحریم‌ها برداشته میشه. وقتی تحریم‌ها برداشته میشه، سرمایه گذاری در ایران روان‌تر انجام میگیره. و اگر ما میخواییم مسئله بیکاری رو حل کنیم، با وام بیکاری که حل نمیشه، با رشد اقتصادی حل میشه. ما مشکل ما اینه که در سال 91 و حتی 92، البته 92 هنوز آمار به ما ندادن، در سال 91 خب رشد ما منفی بود. اول اون منفی که اعلام شد منهای 5.8 بود، بعد این تبدیل شد به منهای 6.7 یا 8. حالا این آمار اخیری که بانک مرکزی اعلام کرد، حالا نزدیک 7 به هر حال، یعنی رشد منفی ما در سال 91 یه چیزی نزدیک منهای 7. خب این رقم تکان دهنده است. در سال 92 هم ما خیلی دلمون می‌خواست که به هر حال منفی نشه. حالا 6 ماه اول که منفی، 6 ماه دوم هم علی قاعده بعید ما بتونیم مثبت. تمام تلاش ما اینه که در سال جاری رشد ما مثبت باشه و انشالله به این هدف خواهیم رسید. خب اگر ما میخواهیم مسئله بیکاری حل بشه، اشتغال رونق پیدا بکنه، اقتصاد ما رونق پیدا کنه، راهش سرمایه است و تکنولوژیه. تکنولوژی نو باید بیاد، سرمایه گذاری، البته سرمایه از بیرون بیاد، تکنولوژی هم میاد همراه خودش. سرمایه، تکنولوژی و دولت هم باید تلاش کنه زمینه‌ها رو مساعد کنه، آماده کنه برای اشتغال. نمیخوام بگم اگر تحریم ادامه پیدا کنه ما اشتغال حل نخواهیم کرد. من یک حتما تو سوال دیگری این رو پاسخ خواهم داد، اگرم نبود در پایان ما این بحث رو مطرح خواهم کرد. نمیخوام بگم تنها راه پایان تحریمه، میخوام بگم تحریم حتما، پایان تحریم کمک میکنه به این بحثی که جناب عالی مطرح کردید از بعضی از دوستان که اگر تحریم برداشته بشه و سرمایه‌های خارجی بیاد، یک عده پولدار میشوند. این از اون قصه‌های بیجایی است که همیشه کشور رو برده عقب. همیشه ما قصه خوردیم که بذار همه فقیر بمونن او یکی پولدار نشه. این یکی از مشکلات فرهنگی ما بوده، از مشکلات
بینشی ما بوده همیشه. حالا البته یک مشکلات دیگری هم هست، حالا اگر فرصت پیش آمد من بهش اشاره میکنم. این اشتباه ماست، ما باید زمینه رو باز بذاریم، ما باید اعتماد بدیم. این همین حرف که آقا یکی پولدار میشه اختلاف بیشتر میشه، یعنی ما امنیت کافی به سرمایه دار نمیدیم بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه، یخش میگیریم بعد. این حرف کاملا باطله، در جمهوری اسلامی ایران کاملا نادرسته. سرمایه گذاری آزاده، اون چه حاکم قانونه، قانونی که تو سرمایه گذاری آمده فقط اون قانون حاکمه. اگر بناس مالیاتی داده بشه اون قانون حاکمه، اگر جنسی وارد میشه بناس عوارضی گرفته بشه قانون حاکمه. جز قانون چیز دیگری رو ما در این زمینه نمیپذیریم. بنابراین این دلنگرانی به اعتقاد من خیلی مبنای درستی نخواهد داشت. اما اینکه من پیغام داده باشم توسط فردی برای پیغام دریافت کرده باشید، من دریافت کرده باشم یا داده باشم، نه از یک کشیشی ظاهرن یا کسی شبیه این که به دیدار شما اومده. ما که هیچ کشیشی رو دیدار نکردیم. روحانی نبوده، یعنی مثلا کاهنی کسی کاهن رو اما ندیدیم. حالا برای اینکه خیلی مسئله واضح باشه همه بدونن، اگر بنا باشه بین من و آقای اوباما پیامی رد و بدل بشه، از این پیچیدگی اینجوری نداره اصلا. خب اون نامه می‌نویسه، منم نامه می‌نویسم، ما اصلا مشکلی نداریم. از ابتدای ریاست جمهوری ایشون نامه نوشت، من پاسخ دادم در موردی، من نامه نوشتم او پاسخ داد در موردی، او پیام داد من پاسخ دادم، ما مشکلی نداریم اصلا. راه‌های بسیار زیادی، البته نه به عدد خلایق، ولی راه‌های فراوان و راحتی وجود داره، رسمی غیر رسمی. به اضافه اینکه الان مذاکره کننده های ما با مقامات وزارت خارجه آمریکا مداوم در حال مذاکره هستن، اگر چیزی هم باشه، پیامی هم باشه، به هر حال به وسیله کاهنی یا هر چی که مورد نظر شما بود، نه من پیامی دریافت کردم نه من پیامی فرستادم. سپاسگزارم.